سلام، خوش اومدید به برادیلمی دات کام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایامتون به کام. یه کار خیلی جالب و کوچولو میخوایم انجام بدیم، کاری که ممکنه تو کارهای تبلیغاتیتون بتونید ازش استفاده بکنید، یا یعنی اینکه برای عکس خانوادگیتون ازش استفاده بکنید. من این تصویر رو انتخاب کردم، کاری که میخوام انجام بدم اینه. یعنی اینکه چی؟ یعنی که ما یک سری فریم به وجود میاریم و اینا رو روی هم زیر هم قرار میدیم تا اینکه این تصویر به وجود بیاد. یعنی مثل اینکه چند تا عکس رو کنار هم دیگه گذاشتیم و یک عکس بزرگتر به وجود آورده. خیلی خیلی ساده این کار انجام میدیم. اولین کاری که انجام میدیم یک 4 ضلعی به وسیله ابزار مارک انتخاب میکنیم. اصلا این اندازه هیچ فرق نمیکنه چه اندازه‌ای باشه. من لیر رو باز میکنیم، میدونید که من لیر رو میتونید از ویندوز لیر یا اینکه F7 انتخاب بکنید. من لیر رو باز میکنیم، این قسمت رو سلکت میکنیم، نیو لیر، رنگ سفید داخلش میریزیم، دی سلکت و باز دوباره یه مارک دیگه انجام میدیم داخل این لیر و دیلیتش میکنیم. دیگه چه اتفاقی افتاد؟ خیلی خیلی ساده شما میتونستید یه عکس به وجود بیارید. نگزن عکس های قدیمی که با دوربین های پولاروید اونه میگرفتن، پایینش مقدار فاصله است که بتونیم با دست اینجا رو بگیم که روی عکس مشکلی پیش نیاد. عکس قدیمی قشنگتر بودن. نه خیلی خوب، جاشو مشخص میکنیم اینجا، هر جایی که دوست داریم اینجا. من خیلی سریع انجام میدم اینجا، پوینتر اینجا، یه دونه دیگه کپی. دیگه بنا به سلیقه خودتون میتونید جایی که میخواد اون عکس ها قرار بگیرن رو انتخاب بکنید، دیگه هر جایی که خودتون میدونید. اینجا به وسیله ابزار ترانسفورم که دیگه فکر می‌کنم خیلی ساده باشه بدونید، یک فایل انتخاب می‌کنیم، کپی. حالا من چطوری اینجوری کپی می‌کنم؟ ببینید این لایه هست که انتخاب کردم، آلت رو نگه می‌دارم، ببینید پوینتر من به چه شکل میشه. آلت رو نگه می‌دارم و موو، کپی شد. دیدین اینجا چه اتفاقی افتاد؟ آلت و موو کپی شد. یعنی اینکه این لایه رو می‌گیریم می‌ندازیم روی اینجا، دوپلیکیت میشه، درست شد؟ و کنترل تی یا ادیت ترانسفورم، تمام این کاری که روی ترانسفور میتونیم انجام بدیم. کنترل تی، فری ترانسفورم خیلی ساده است، جاشو مشخص میکنیم و با انتر هم از حالت ترانسفورم خارج میشیم. یه دونه میذارم اینجا و یکی دیگه هم اینجا. خیلی 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 سریع این کار انجام شد. خیلی خوب، الان فریم های ما فکر میکنم کافی باشه. کاری که دوباره انجام میدیم، تمام لایه ها رو خاموش میکنیم، بغیر از یکیش هیچ فرقی نمیکنه کدوم باشه، چون باید تمام این کاری که دارم میگم رو دونه دونه لایه ها انجام بدیم. یکی از لایه‌ها رو انتخاب می‌کنیم، ابزار ماجیک وند رو انتخاب می‌کنیم، کلیک می‌کنیم وسط این لایه، این گوشه رو زوم می‌کنم ببینید می‌خوام چه کاری انجام بدم. دقت کنید، سلکت، مودیفای، اکسپاند. می‌گیم که 2 پیکسل این قسمت سلکت شده ما رو ببره بیرون، اکسپندش بکنه. دیدین چه اتفاقی افتاد؟ خب بعد از اینکه کار انجام دادیم، روی تصویر اصلیمون کلیک می‌کنیم و لایر ویا کپی، لایر نیو لایر، ببینید لایر رو کپی، یعنی کنترل جی، این هاتکی فیوریت منه، کنترل جی. ببینید چه اتفاقی افتاد، اون تیکه که سلیت کرده بود اینو از لایه اصلیمون که این باشه کپی کرد و پیست کرد فقط با یه کنترل جی، کنترل جی. خیلی خوب، این طور خاموش میکنیم. لایر بعدی انتخاب میکنیم، ماجیک وند سلیکت، مودیفای، اکسپند و کنترل جی. این دوتا مال هم درسته. خاموش، دوباره select modify expand okay control J. من هی اینا رو تکرار میکنم که شما تو ذهنتون جا بیفته، وگرنه همچین دوست ندارم صدای عذاب آور من شما بشنوید. select modify expand control J. اینجا 3 تا لایه دیگه، 4 تا لایه دیگه انجام بدیم فکر کنم درست بشه. select modify ببخشید کانترکت برعکس هم اکسپند رو انجام میده. اکسپند کنترل جی، این دوتا همینطور. باز دوباره select اکسپند کنترل جی و میبرم زیر این لایه و حالا فقط موندن این دوتا. select modify Y، select modify expand okay layer via copy و اینکه این چی بود، این چی بود، دو تا دیگه مونده، معذرت میخوام فکر میکردم یکی دیگه مونده باشه. این هم از این
و میریم سراغ آخرین لایه‌مون که کارمون سریع تمامش بکنیم. Select Modify Expand و Ctrl J و میبریم سر جاش، یعنی زیر لایه‌ای که اصلیش. خیلی خوب، کاری که انجام میدیم لایه بک‌گراند خاموش. ببینید الان تمام لایه‌های من با هم دیگه خانواده هم، ببینید هر کدوم از فریم ها لایه‌های مخصوص خودشون دارن. پس دو تا انتخاب میکنیم، مرج لایر کنترل ای، یعنی اینکه اینجا کلیک میکنیم، ببینید منوی لایر انتخابه، اینجا کلیک میکنیم مرج لایر، ببینید خاطکیش هم نوشته کنترل ای. خب این دو تا انتخاب میکنیم به راحتی، کنترل ای کنترل ای کنترل ای مرج لایر، یا همون دفعه کنترل ای یک بار دیگه و برای آخرین بار فکر میکنم دیگه. درسته؟ خیلی خوب، جالبه، یه تصویر به وجود اومد، یه بک‌گراند رو میتونیم روشن کنیم دیگه، مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده. حالا اینجا ببینید یه مقداری سفیدی خب صورت این خانم پوشونده و اینکه حالا جایی خوبی رو پوشونده. کلیک میکنیم اینجا، ببینید این تصویره، ما میتونیم راحت ببریم زیر این یکی، به راحتی میندازیمش زیر پایین‌تر، یه دونه پایین‌تر. این تصویر کجاست؟ خب بعد اینجا. خیلی خوب شد صورت این خانم، مثلا میتونیم بدرو ببینیم چقدر جالبه. حالا چون از صورت این خانم رد میشه بهتره که اینجا باشه و اینجا. خیلی خوب، مهم نیست. اوکی، الان جای عکس خوبه. کاری که میخوام بکنیم، حالا یه سایه به اینا بدیم یه مقدار طبیعی تر بشه. کافیه اون لایه‌ای که میخوام، لایری که میخوام سایه بشه، بدیم شادو بشه، بدیم انتخاب بکنیم مثلا این لایه. این لایه هست رو این قسمت خالی، ببینید این پیکچر لایرمون هست، این تکستش هست، یا اینکه اسمش هست که شما میتونید اسمشو به راحتی روش دابل کلیک بکنید و چنج بکنید، مثلا بزنید بردیا. خب کلیک سمت راست قسمت خالی لایر استایل، یا اینکه میتونیم دابل کلیک بکنیم روی این قسمتی که خالی هست، دراپ شادو. ببینید چه اتفاقی افتاد اینجا، مشخصه. ما میتونیم اپاسیتی شادومون رو زیاد کم بکنیم، دیستنس یا فاصله‌اش رو زیاد کم بکنیم و بلرش رو که سایز هست، یا اینکه به راحتی یه بار دیگه انجام میدم، دراپ شادو رو انتخاب میکنیم و اینجا با ماوس، ببینید چه راحت با ماوس میریم اینجا. مطلب خیلی زیاد بشه دیگه، اینا تقریبا رو هم من فاصله زیادی اصلا ندارم. یه کمی هم سایزش رو، سایز بلرش رو زیاد میکنیم و اپاسیتی کم. خب حالا دونه دونه اگه بخوام واسه این تصاویر من انجام بدم، خب 1 2 3 4 نزدیک 8 9 تا، خب ساده است. ولی خب مثلا شما یه سایز خیلی بزرگ از این کار رو انجام بدید و 100 تا ممکنه لایر داشته باشه، خیلی راحت میتونیم این کار رو کپی بکنیم و پیست بکنیم این افکتی که روی این لایرها اجرا شده. کافی که روی این قسمت که فیکس هست کلیک سمت راست بکنیم، رایت کلیک، کپی لایر استایل و بقیه لایه هامون انتخاب بکنیم و کلا با هم دیگه پیست لایر استایل. فکر میکنم که خوبه، این کارم هم تموم شده و نظر منه که تمرین می‌کنم، امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه. تمامه؟ آره؟ خیلی خوب، خسته نباشید. من بردیالی هستم از بردیالی.com، امیدوارم که از این تمرین خوشتون اومده باشه. خدافظ.